کشور هند با جا دادن هزاران دین، مذهب، آیین، مسلک و فرقه سرزمین ادیان و مذاهب به حساب می آید و لذا انتظار می روید که پیروان ادیان و مذاهب مختلف بتوانند به راحتی و بدون هیچ مشکلی در کنار یکدیگر زندگی کنند و در اجرای عبادتها و آیین های خود آزاد باشند اما گویا چنین موضوعی برای مسلمانان هند است و آنها به راحتی حقوق دینی و مذهبی خود را به دست نمی آورند و همواره از سوی هندوها زیر فشار قرار دارند همکارم علی اکبری گزارش می دهد مسلمانان هند که در چند سال اخیر به بحانه های مختلف از سوی هندوها شاهد افزایش روزافزون فشار و سرکوب بودند این بار از داشتن هجاب اسلامی و استفاده از این پوشش در برخی اماکن مانند مدارس و دانشگاه ها محروم هستند. بر همین اساس صدها نفر از ساکنان ایالت کارناتاکا در جنوب هند در اعتراض به ممنوعیت هجاب برای دانش آموزان و دانشیان تظاهرات کردند. تصاویر منتشر شده از تظاهرات اعتراض مردم هند حاکی از این است که روز دوشنبه گذشته صدها هندی در دو شهر ایالت کارناتاکا با در دست داشتن پرشام هند نسبت به تصمیم ممنوعیت هجاب در مدارس و دانشگاه های این ایالت تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان انتظار دارند که دادگاه عالی این ایالت پیش از تصمیم گیری درباره لغو ممنوعیت هجاب و صدور مجوز بازگشت دانش آموزان محجبه به مدرسه به درخواست این معترضان رسیدگی کند. سمی روشن مدیر سازمان اسلامی دختران در کارناتاکا در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که این تصمیم ماهیتی آمیز دارد و با حقوقی که در قانون اساسی هند آمده در تضاد است به ممنوعیت پوشش هجاب یک تصمیم شخصی برای دانش آموزان است و دانش آموزان حق دارند آن را انتخاب کنند که در این صورت ضرری به هیچ کس نمی زند. یک دبیرستان دولتی در ایالت کارناتاکا ماه گذشته به دانش آموزان دختر دستور داد که در داخل مدرسه بدون هجاب باشند به دنبال این تصمیم سایر مدارس نیز از آن تبعیت کردند. بنا به اعلام روزنامه های محلی در پی اعتراضاتی که به دنبال این تصمیم رخ داد، مدرسه مذکور بخشی از تصمیم خود را لغو کرد و به دانش آموزان محجب اجازه داد به شرطی در کلاس های جداگانه بنشینند، می به مدرسه بازگردند. دو مدرسه دیگر که از این تصمیم پیروی کردند نیز روز دوشنبه تعطیل شدند. از سوی دیگر در پی اقدام تروریستی و نافرجامی که علیه آقای اویسی رئیس اتحادیه مسلمانان هندوستان اعمال شد سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاد از مراکز وابسته به دفتر مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی دامزلو و بنیاد جهانی حضرت آیت الله شیرزی شیرازی بیانیه ای صادر کرد و جنایت روا داشته شده بر رئیس اتحادیه مسلمانان هندوستان را محکوم کرد.